به نام او که نقطه آغازین هرچه خوبی است. سلام علیکم، وقت شما عزیزان همراه بخیر باشه، جور و صحتمند باشین. امیدوار هستیم که در هر جای هستید و در هر حالی که برنامه رو میبینید بهترین حال خودتان رو تجربه بکنید. بسیار خوشحال هستیم امشب هم بنده و همکارانم بالاخره در خدمت شما بزرگواران با برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی. برنامه امشب در حضور شما بزرگواران با حضور ارزشمند اندیشمند محترم جناب حاج آقای موسوی با موضوع حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام تقدیم شما بزرگواران میشه. عرض درود و سلام و احترام داریم، در خدمت شما هستم. استاد عزیز، عزیزان منتظر هستن ادامه گفتگوی جذاب، شنیدنی و دلنشین ما پیرامون حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام که کمی هم بحثمون دقیق تر شده به لطف فرمایشات زیبای حضرت عالی در مورد حقوق تک تک اعضای خانواده نسبت به یک دیگر احسن. و در واقع بازبینی و بازنگری این حقوق شاید سبب شود که برخی از مشکلاتی که گاهی اوقات در برخی از خانواده ها وجود داره حل شود و شاید هم شاید مشکلی نبوده و واقعا با نگاهی دقیق تر آن هم از منظر بسیار پربرکت و بلند امام سجاد علیه السلام این مشکلات انشاءالله رفع خواهد شد. امشب در خدمت شما هستیم، ببینیم که برای ما چی سوغات آوردین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. همونطوری که اشاره فرمودید این بحث یکی از بحث‌های بسیار مهمیه. ما وقتی دقت میکنیم تمام زوجهایی که تشکیل خانواده دادن، حتی اونهایی که هنوز تشکیل خانواده ندادن و در صدد این هست که ازدواج بکنه، دوست دارن که پیوند مقدس زناشویی و زندگی مشترکشون همیشه همینجور پر رونق و پر از لطف و صفا و عشق و صمیمیت ادامه پیدا بکنه. یعنی انتظارشون اینه که ادامه پیدا کند و یک زندگی آرامش بخش رو تا پایان عمر در کنار یک دیگر تجربه بکنه. ولی متاسفانه ما میبینیم که برخی از این پیوندها در امتداد زمان سست میشه و منجر به عرض کنم حتی گاهی وقت به طلاق میشه. اگر به طلاق واقعی نشه لااقل طلاق عاطفی میشه. منظور از طلاق عاطفی اینه که این دو نفر درست زیر یک سقف زندگی میکنن، اما مثل اینه که اصلا با همدیگر نسبتی نداره. حالا گاهی مثلا اگر بر اثر نیازی مثلا فرض کنید با همدیگر سلامی بکنند و همدیگر تحویل بگیرن در همین حد، اما اون عشق و صفا و صمیمیت و محبتی که در اول زندگی بوده اون از بین رفته. در این رساله شریفه حضرت امام سجاد علیه السلام نکاتی مطرح شده که امام معصوم به ماها یاد میده یک سلسله مهارت‌هایی را که اگر ما این مهارت‌ها را در زندگی رعایت بکنیم اون صفا و صمیمیت در زندگی یا بگیم همون اساس زندگی مشترک که عشق و محبت نسبت به یک دیگر هست تا پایان زندگی ادامه پیدا میکنه و سبب میشود که زندگی مشترک روز به روز استحکام پیدا میکنه. یکی از اون موارد، حالا اینا تحت حقوق زن و مرد مطرح شد، ولی اگر ما با یک نگاه دیگری نگاه بکنیم در حقیقت امام معصوم علیه السلام به ما مهارت های زندگی رو داره تعلیم میده. بله. وقتی میفرماید که و وجب ان یحسن مصاحبت نعمت الله، یعنی واجب است بر هر یک از زن و مرد که حسن مصاحبت داشته باشه با یک دیگر، به این معنا که یک همراهی خالصانه بیمنت لبریز از عشق و عاطفه و محبت با یک دیگر در تمام امتداد زندگی مشترک با یک دیگر داشته باشه. این چقدر زیباست. حالا ما این عنوان رو گرفتیم که حضرت میفرمایند آقا شما باید همراهی داشته باشین با همدیگر، محبت داشته باشین، عشق و صفا و صمیمیت داشته باشین. خب راهش چیه؟ بعد ریز موضوعات هم در روایات ما و هم در همین رساله شریفه مطرح شده. یکی از اون مهارت‌های زندگی که اگر ما بهش دقت بکنیم قطعاً از همین الان اگر رعایت بکنیم
تأثیر به سزای در زندگی ما داره، امام سجاد علیه السلام میفرماید که عبارت است از سازگاری در زندگی. یعنی چی؟ یعنی فرمود که باید شما زن و شوهر نسبت به یک دیگر مدارا و سازگاری داشته باشید. زن و شوهر هم و همتشون بر سازش باشد. یعنی اینجوری نباشد که در پی سختگیری بر یک دیگر باشد، بلکه در صدد سازش باشد و به دنبال ساختن یک زندگی آرامش بخش و موفقیت آمیز باشه. به عبارت دیگر زندگی آرامش بخش ساختنیه، طبق تعبیر امام سجاد علیه السلام، یافتنی نیست. اینجوری نیست که ما همینجوری مثلا بدون این که مهارت‌های زندگی رو یاد بگیریم یا اعمال بکنیم به کار ببندیم یک زندگی آرامش بخش رو تجربه بکنیم. نه، می‌فرماید باید این مهارت‌ها رو به کار ببندیم. این فرمایش امام سجاد علیه السلام. ما اگر برگردیم به متون دینی ما که اینا منشأ وحیانی داره، قطعاً زندگی‌های ما از الان بهتر میشه. در هر سطحی که هستیم، ممکنه یکی زندگیش مثلا در حد متوسط باشه از لحاظ آرامش بخشی و از لحاظ این که در تمام اعضای خانواده هر روز این زندگی میتواند آرامش جدید رو تزریق بکنه. ممکنه یکی در سطح عالی باشه، ممکنه یکی در سطح ضعیفتر باشه. به هر حال رعایت این نکات بسیار تاثیرگذاره. یکی از اون عرض کنم خدمتون که مهارت‌های زندگی که در روایات ما مطرح شده و بسیار روش تاکید شده، مسئله مسئولیت پذیریه. مسئولیت پذیری به این معناست که ما هر وقتی در هر جایی، حتی در غیر از کشورهای اسلامی، در هر دینی، در هر آیینی، وقتی یک قراردادی رو امضا میکنیم، پای قرارداد امضا میکنیم، یک سلسله عرض کنم تعهدات نسبت به طرف مقابل رو پذیرفتیم. مخصوصا در دین اسلام و به ویژه در بحث ازدواج که قرار است بنای یک زندگی مشترکی رو اینا بگذارن که در او انسانهایی که سبب افتخارشون هست تربیت بشه. بله. خب اینجا یک سلسله تعهدات رو اینا به گردن میگیره و باید پای این تعهدات خودش بیسته. مسئولیت هایی با این عقد ازدواج و قرارداد ازدواج به گردن طرفین میاد، یعنی زن و مرد، که باید اونها حواسشون باشه یک وقتی این مسئولیت ها فراموش نشود. با رعایت این مسئولیت هاست که میتوانن عرض کنم که آرامش رو در زندگی برمغان بیاره. حالا چی هست این مسئولیت ها؟ استاد، مسئولیت بحث بسیار بنیادین روشه، بحثی که شاید اگر به راحتی از این بخش بگذریم و تاکید حضرت عالی و فرمایشاتان نباشه، شاید سوء تفاهماتی هم حتی پیش بیاد. مسئولیتی که شاید یک طرف از این مسئولیت همسر، در واقع شوهر خانواده باشد، مرد خانواده باشه، و طرف دیگر زوجه او باشه. بله. اینجا این مسئولیت ها دو طرفه هست. مسئولیت هایی که خودش باید بگردن بگیره و مسئولیت هایی که طرف مقابل باید تعهد بده و نسبت به آنها مسئولیت پذیری داشته باشه. ما حدودا دو دقیقه تا پایان بخش اول. درست. عرض کردیم که حالا این مسئولیت ها چیه؟ مسئولیت هایی که به واسطه عقد ازدواج بگردن زن شوهر میاد، که در حقیقت رعایت این هاست که یک زندگی فرح بخشی رو تضمین میکنه و استحکام خانواده رو به دنبال داره. مسئولیت های مرد در دین ما، در قانون معلومه. ما علاوه بر اون مسئولیت های قانونی، یک سلسله مسئولیت های اخلاقی رو هم میخوام عرض بکنیم، که یعنی میخوایم عرض کنیم که اینا هم مورد نظر هست، مورد تاکید اهل بیت علیهم السلام. خب بر مرد خانه گفته که شما که حالا آقای این خانه شدی، این مسئولیت به عهده شماست که مایحتاج زندگی رو تامین کنی، مثل خوراک و پوشاک و مسکن و عرض کنم هر آن چیزی که برای یک زندگی متعارف لازمه، مثل گاه مسافرت رفتن ممکنه باشد، زیارت رفتن ممکنه باشد، دید و بازدید، صله رحم، اینا اگر هزینه هایی دارد بر عهده مرد که باید تامین کنه. مثلا میگم از این طرف هم زن خانه، که بیشتر تاکید ما روی این قضیه است که ما در واقع در صدد بیان حقوق مرد بر زن بودیم، بعد سبک بحث عوض شد. برای این که ما وقتی دقت کردیم دیدیم که حضرت سجاد علیه السلام داره مهارت های زندگی رو برای ما یاد میده. زن خانواده چه مسئولیت هایی داره؟ در اینجا میفرماید که یکی از مسئولیت هایی که زن دارد مسئله تمکینه. مقصود از این تمکین
هم تمکین عام هم تمکین خاصه. تمکین عام یعنی این که این زن از لحظه ای که عقد ازدواج جاری شده و آمده خانه شوهر، خودش رو کتبانوی این خانه و مدیر داخلی این خانه به حساب بیاره و ببیند هر آنچه در داخل این منزل میگذرد از زیر دست این زن میگذره و ای باید تدبیر بکنه، ای باید مدیریت بکنه. حالا چی هست اون چی که در خانه میگذرد که بعضی ها گفتن مثلا مرکب از 17 تا شغله، تقریبا 20 تا شغله، یعنی یک زن خانه‌دار 20 تا شغل رو در آن واحد در هر روزی که در خانه خودش مصروف هست و کار میکند 20 تا شغل رو تقریبا این بهش مشغوله و انجام میده. اگر زمان هست من ادامه بحث رو با اجازه شما استاد گرامی بسیار کوتاه همراه عزیزان در اتاق فرمان شد برمیگردم، انشالله ادامه فرمایشات شما رو میشنم. انشالله سلامت باشید. همچنان با وقت بیداری همراه باشید، بخش های دیگری از این گفتگو باقی مانده که تقدیم شما میکنم. از همکاران عزیز و همراهی شما بزرگواران که همچنان با وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی همراه هستید. پل ارتباطی برنامه نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما بزرگواران هست. این پل ارتباطی میتوانه ارتباط من و ارتباطی برنامه و شما را دو طرفه بسازه. حتما از این طریق با ما در ارتباط باشید، پیام های سازنده خودتان را با ما به اشتراک بگذارید، انتقاد هایی که از بنده و همکاران دارید، تشکری ها و سوالاتی که از کارشناسان محترم دارید، از این طریق حتما می توانید با ما به اشتراک بگذارید، ما را مطلع سازید و انشاءالله که بتوانیم آنچه که مورد میل و مورد موافقت شما ایزان هست تقدیم کنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم جناب استاد موسوی عزیز و بحث تمکین عام و تمکین خاص رو فرمودید، مسئولیت هایی که همسر خانواده منظور زوجه خانه بالاخره به عهده داره بسیار هم زیاد هست، تا 20 شغل فرمودید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید عرض ما اینه که ما یک سلسله مسئولیت های با عنوان زن و شوهر در نظام خانواده با عنوان یک واحد کوچک اجتماعی داریم. بله. که شانه خالی کردن از زیر این مسئولیت ها مساوی است با فروپاشی یک زندگی آرامش بخش. این که ما همه تاکید میکنیم آرامش بخش، چون اساس زندگی مؤمنانه زندگی هستش که درش باید آرامش باشه. نص قرآن بر اینه که فلسفه ازدواج رسیدن به همین آرامشیه که زن و شوهر در کنار یک دیگر به این آرامش دست پیدا میکنه. ببینید ما گفتیم مقصود از تمکین عام چیه؟ مقصود از تمکین عام همینه که این زنی که در داخل این خانه با عنوان کتبانوی این خانه مشغول خانه‌داری میشه باید توجه داشته باشه که تمام امور منزل در حیطه کاری این زنه. ما خیلی آبرومندانه میگیم. شاید کسی بگه که آقا جان ما مثلا شنیدیم یا خواندیم که کار خانه اصلا به عهده زن نیست. نه، زن چیزی که بر او واجبه اینه که از شوهرش تمکین جنسی بکنه، بقیه مسائل بر زن واجب نیست. این عرض میکنم که یکی از اشتباهات معروفیه در بین ما مردم، در حالی که از نگاه شرعی قضیه سه صورت داره. در دو صورت تمام کارهای خانه به عهده زنه، فقط در یک صورت به عهده زن نیست. مردم همون یک صورت رو رفتن گرفتن، دو صورت دیگر رو که در متن دین و فقه و کتاب‌های دینی ما و اخلاقی ما مخصوصاً مطرح هست رو فراموش کردن. اگر مثلا در ضمن عقد شرط بکنه طرفین، مثلا دامادی که آمده با یه زن با یه خانم ازدواج کرده، یه آدم پرمشغله ایه، به یه زن گفته که از این به بعد انشاءالله وقت شما تشریف آوردین منزل ما دیگه نمیتونیم از مهمانا خودم پذیرایی کنیم به این معنا که غذا درست کنم. بله.
یا مثلا رخت و لباس بپوشم بشورم، یا بچه ها رو بهش رسیدی بکنم، خیاطی بکنم، اینا دیگه همون شغلایی که داریم میگیم. بله بله. یا بیام ظرف بشورم یا آشپزی بکنم، اینا رو من نمیتونم، از دست من بر نمیاد، اینا دیگه انشالله به عهده شماه. زن اگر در ضمن عقد شرعی، عقد لازم، اینو بپذیرد، از لحاظ شرعی وظیفش میشه و واجبه، باید انجام بده. نمیشه گفت که مثلا یکی وظیفه زن نبود. خیلی از چیزها میگم وظیفه ما نیست، مگر اینکه ما در ضمن یک عقدی و قراردادی به عهده بگیریم، اینجا به عهده گرفته. یا اینکه بنای عرف و جامعه اون منطقه بر همینه که کارهای داخل زن به عهده، کارهای داخل خانه بر عهده زن باشه. اگر اینجوری بناگذاری عرفی هم باشد باز به عهده زنه، اگرچه حتی در ضمن عقد شرط هم نکرده باشه. خب برن دوستان بپرسن از مراجع تقلید. این یک واقعیتی. ببینید، ما نمیخوایم زندگی رو با قانون پیش ببریم. زندگی که با زور پیش بره او زندگی نیست، زهره. قرار ما زندگی رو با مهر پیش ببریم، با عشق، با محبت، با اخلاق، با عاطفه. حالا یک صورت هست که بله، اینجا دیگه به عهده زن نیست، و اون اینی که زن خانه مثلا فرض کنید شاغله، مردم شاغله، هر دوتا افرادی هستند که شغلی دارند و عرض کنم در اجتماع مطرحند و توقع و انتظارم نیست که این زن کاری این آقا را انجام بده. آقا مثلا احتیاج به اون صورت نداره و گفته اصلا زن به این مرد که آقا اگر من با شما ازدواج کنم، فقط ازدواجه، ای که من بخوام بچه داری کنم و عرض کنم که مثل بقیه عرف جامعه اینجوری نیستم، در این فرض بله دیگه به عهده زن نیست. بله، این یک نکته. پس این نکته بسیار مهمی بود. من حتی احساس میکنم که این بخش از برنامه بعدا توسط همکارمان هایلایت شود و در فضای مجازی هم اگر در آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب بخشهایی از این برنامه یا به صورت کامل گذاشته خواهد شد و بارگذاری خواهد شد، حتما عزیزان دوباره ببینن این قسمتی که بسیار هم مهم هست که بحث تمکین عام و تمکین خاص و این موضوع که بعضی از این بالاخره وظایف داخل خانه در بالاخره محاوره های روزمره گفته میشه که شاید وظیفه خانم نیست و برگردنیشون واجب نیست، شاید واقعا مسئله اینطور هم نیست. بلد. و از لحاظ قانونی، اخلاقی، عاطفی و شرعی و عرفی شاید داستان ما از لحاظ شرعی عرض کردیم. بلد. اما اگه ما یک پله بالاتر بریم که در روایتی که ما خدمت شما داریم تقدیم میکنیم، بحث از مرحله قانون و الزام بالاتره، بحث اخلاقیه. یعنی چی؟ یعنی مهارت‌های زندگی رو داریم. بله. در این بخشی که امام علیه السلام داره مهارت‌های زندگی رو توضیح میده، اصلا نگاهش به اون الزام‌های قانونی نیست. میگه زنی که میخواد قلب شوهر خودش رو تسخیر بکنه چیکار باید بکنه؟ لزوماً این باید کاری بکند که یک زندگی آرامش بخش رو برای شوهرش برمغان بیاره. و بعد چقدر ثواب‌های فراوان در همین روایات ما برای همین مسئله خانه‌داری زن ذکر شده. یک روایت رو من از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تقدیم میکنم به همه خواهرانی که خانه‌داری میکنن، فرزند پروری دارن، در داخل خانه مشغولن و کانون خانواده رو گرم نگه میدارن، تقدیم میکنم. خیلی قشنگه. روایت های زیادی داریم. یک روایت اینه که اگر زنی 7 روز خالصانه برای اعضای خانواده خودش خدمت کنه، برای شوهرش خدمت کنه، بچه‌هایی که در اون خانه داره تربیت میشه خدمت بکنه، خداوند متعال 7 در جهنم رو بر روی او می‌بنده و 7 در بهشت رو بر روی این زن باز می‌کنه. و روز قیامت خطاب میشه، از هر کدوم از این درهای بهشت می‌خوای وارد بهشت شوی، وارد شو. این خیلی مهمه. یعنی ما با این نگاه آخرت گرایانه هم وقتی نگاه می‌کنیم، گرچه که کار خانه واقعا سخته، خانه‌داری یکی از سخت‌ترین مشاغلی که عرض کردیم، یک شغل ترکیبیه. بله. خیاطی باید بکند، آشپزی باید بکند، عرض کنم که بچه داری باید بکند، هزاران نکته ریزی در خانه پیش میاد. این زن با هوشیاری کامل باید اینا رو بهش برسه. و تازه مرد انتظار داره وقتی که وارد خانه میشه، خانه هم گل و گلستان باشه و خود خانم بسیار سرحال باشه، سرحال و اینا هست دیگه، در عرف ما هست. در اینجا میفرماید که این یک روایت در رابطه با خدمت به صورت عموم. در یک روایت دیگر میفرماید که اگر خانم غذای خوشمزه ای برای همسرش بپزد، لزوجها داره اینجا، نه لاهلها، یعنی فقط
هدف تسخیر قلب شوهرشه. غذای خوشگوار و خوشمزه پخته آورده جلوی شوهرش گذاشته. در اینجا روایت می‌فرماید خداوند متعال خوراکی‌های مختلفی در بهشت برای ای آماده می‌کنه. بعد اونجا خطاب می‌رسد کلی وشربی، بخور و بیا شام از این خوراکی‌ها. این خوراک‌ها پاداش او خدمتیه که برای شوهر در دنیا انجام دادی. چقدر زیباست این روایات. این روایت نگاه کنید دقیقا مثل بقیه روایاتی هستش که ثواب و پاداش اعمال نقل میکنه. هم واقعیه که در اون دنیا برای ما این پاداش هست انشالله. و همین که ایجاد انگیزه میکنه. یعنی امام معصوم تمام عرض کنم خدمت سعیش بر اینه که ایجاد انگیزه بکنه. در ضمن این روایات که چندین هزار روایت ما در امور خانواده داریم، میگه ما این ایجاد انگیزه رو میکنیم تا شاید به این مهارت های زندگی توجه بکنید. این زن خانه هیچ وقت نباید با خستگی غذا رو بره جلوی شوهرش بذاره، با کل شوق و اشتیاق که هم شوهرش رو در دنیا از خودش راضی کرده، هم به این ثواب های عظیمی که در آخرت برای او در نظر گرفته شده میرسه. استاد شاید وجود چنین دیدگاه ها و چنین روایاتی هست که کسانی که افتخار دارن و زندگی مؤمنانه تری را تجربه میکنند معمولا کمتر دچار چالش های عاطفی و اخلاقی میشن. قطعا همینجوریه. در واقع این احادیث برای اینها انگیزه مضاعف هست درست. برای داشتن زندگی آرام. میخوام تکمیله فرمای شما عرض بکنم. نگاه کنید، درسته که قدیمی های ما، پدران مادران، پدر بزرگ مادر بزرگای ما نیامده بودن مهارت های زندگی رو در این قالب های جدید بشنوند، اما در این قالب های روایی به اونا رسیده بود. بله. به اونا فهمونده شده بود. این فرهنگ بین اونا جا افتاده بود که ببینید مخصوصا من درود و سلام خالص و کامل میفرستم به تمام زنان همشهری و همکشوری خودم. بله. که این بزرگواران علاوه بر این که کار داخل خانه را انجام میدن، در کارهای سخت بیرون هم گاهی وقت سهیمن. اینا چرا این کارو میکردن؟ اینا اصلا این مسائل رو بهش نگاه نداشتن که وظیفه مرد چیه، وظیفه زن چیه. بله. اینا تمام سعیشون این بود که یک زندگی آبرومندانه که فرزندان صالح و سالم در اون زندگی تربیت بشه، این زندگی رو سر پا نگه داره. بله. خیلی زیبا بود. در یک روایت دیگر کمتر از یک دقیقه. بله، اینم روایت کوتاه میخوام عرض کنم که از باب اینکه مصداق تر بحث بشه، فرمود که خانم خانه وقت شما یک لیوان یا یک پیاله مثلا آب، یک ظرف آب دست شوهرت میدی، روایت میفرماید که خداوند متعال همون لحظه به تو نظر رحمت میندازه و کسی که مشمول نظر رحمت خداوند متعال هست هیچ وقت دچار عذاب خدا نمیشه. بله. از عذاب خدا بیمست. این متن روایت ها، کسی که مشمول رحمت ویژه خداست از عذاب خدا در امانه. انشاءالله که هممون با این نگاه بریم سراغ زندگی مشترک در خانواده. بسیار عالی. سلام. همچنان با ما باشید. ادامه این گفتگوی دلنشین لحظاتی بعد تقدیم شما خواهد شد. دوست شاکریم که خداوند متعال فرصت داد تا با به وقت بیداری امشب هم با موضوع حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام در خدمت شما هستیم. دقایقی از برنامه گذشت و دقایقی بسیار کوتاه باقی مانده و انشالله از این گفتگوی ارزشمند بیشترین بهره را ببرید. در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه جناب استاد موسوی ادامه فرمایشات چنان داشته باشند، از طریق فضای مجازی هم میتوانید دنبال کننده برنامه‌های تلویزیون جهانی هادی و به وقت بیداری باشید. آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب پلتفرم‌هایی هست که شما میتوانید از طریق آنها با برنامه خودتان در ارتباط باشین، موضوعات برنامه را سرچ کنید، با آنها دسترسی پیدا کنید و انشاءالله که این موضوعات در این فضا هم به درد شما بزرگواران بخورد. در خدمت شما هستیم جناب استاد موسوی عزیز و ادامه بس. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام به ما می‌فرماید که این مهارت حسن مصاحبت رو باید در زندگی یاد بگیریم تا یک زندگی آرامش بخش داشته باشیم. خب اینا یک زیرشاخه هایی داشت که باید بهش توجه میکردیم، گرچه که اکثرا عزیزان رعایت میکنن، ولی خب این از باب فذکر الذکر تنفع المؤمنین لازم یادآوری بشه. من خودم وقتی متونی در این زمینه رو مطالعه میکردم همین چند روز پیش که آماده بشم برای این بحث، دیدم واقعا به درد بخوره، یعنی برای خودم حتی مفید بود، برای هممون مفیده. اون کسی که خیال کند نیاز به تذکر و موعظه ندارد، اون اول جهلشه، اول نادانیشه. در روایات ما یکی دیگر از مهارت‌های زندگی مشترک رو برای سرپا نگه داشتن کانون گرم خانواده مسئله تغافل می‌دونه. تغافل چیه؟ تغافل اینه که انسان دریاگذر باشد در زندگی مشترک، سعی صدر داشته باشد، همون چیزی که در قرآن حضرت موسی از خداوند میخواد، رب اشرح لی صدری، خدایا این شرح صدری به من بده. یک آدم ضیق صدری، یک آدم تنگ نظری نباشه، انسان سخت گیر نباشه. این خیلی تاکید شده گاهی اوقات ندیده بگیره، ندیده بگیره، همین جوره. دقیقا ما حتی در روایات امر به تغافل شدیم. این برام خیلی جالب بود که حالا مثلا یک وقتی فرض کنید که میگن اگر تغافل رو داشته باشین خوبه، اینجوری نیست. به ما امر کردن این آقا باید در زندگی اون مسائل ریزی که خطر و ضرری در زندگی نداره و گیر دادن به اونها سبب تلخ شدن کام تمام اعضای خانواده میشه، اونا رو ندید بگیر. اینو باید توجه بدم خدمت عزیزان که گاه وقت مثلا یک مسئله مهمیه. فرض کنید نوجوان این خانواده با یک دوست ناباب رفیق شده، بله. اینجا دیگه تغافل معنی نداره. تغافل با غفلت فرق میکنه، همونطوری که با جهل فرق میکنه. ما حق نداریم زندگی رو با جهل ادامه بدیم، با جهل و نادانی. هیچ کسی نمیتواند یک زندگی روشن و موفقیت آمیز رو داشته باشه. در روایت داریم که عقل در مقابل جهل، علم نوریه که انسان رو در تمام زندگی بدرقه میکنه و زیر این نور انسان حرکت میکنه. ما نمیگیم که انسان خودش رو به تجاهل بزنه، وقتی میبیند که این آقا داره منحرف میشه بگه نه من خبر ندارم. نباید اینجوری باشه. مسئله تغافل دقیقا همینه که انسان به مسائل ریز زندگی که ناچیزه و عرض کنم خیلی مورد توجه نیست، اگرم اتفاق بیفته خیلی برای زندگی لطمه‌ای وارد نمیکنه، اینا رو دیگه گیر نده. بله. مثلا فرض کنید حالا یک روزی داخل خانه این شوهر نشسته، خانم از بیرون آمد و یادش رفت سلام بکنه، مثلا میگه این گیر بده که تو الان مغرور شدی، تو به من سلام نکردی. یا مثلا پشت گوشی با مادر شوهرش داشت صحبت میکرد، یک مقدار صحبتش طوری بود که لحن احترام آمیز و تواضع نبود، بعد شروع کنه گیر دادن به او. بله، میگم این کار بدیه، باید با احترام و تواضع میبود. بله بله. ولی خب لازم نیست که همونجا بلفور، حتی شده گاه وقت همون جایی که داره صحبت میکنه سر صدا رو طرف شروع میکنه که یعنی چی جور حرف زدنیه، انتقاد و اشکال. منظورم اینه که ببینید در این جور مسائل ریز زندگی ما امر به تغافل شدیم. در حدیث هستش که قبل از اینکه حدیثو بخونین، تغافل عبارت تغافل شاید برای بعضی از عزیزان مانند بنده عبارت جدیدی باشه. بله. و اگر به ریشه اون هم توجه کنیم از غفلت شاید درسته هم ریشه باشه. ریشهش که هم غفلت، ولی با غفلت فرق، چون وقتی به باب تفاعل میره یه بحثای علمی دیگه از اون توجه داره. بله. معنیش فرق میکنه و شاید یک ارتباط معنایی با بحث تساهل و تسامح داشته باشه. تقریبا تقریبا داره. در روایات ما امر شده ما به این، برای ما این مهم بود، این ما این مفهوم عرفیش میگیریم دیگه، میفهمن اینا سخت گیری نکنیم تو زندگی گیر ندیم. بعد میفرماید که خود همین تغافل اینجا جا داشت که انجام ندادین شما، یعنی که ما مطلب رو رسوندیم. بله. وقتی مطلب رو رسوندیم که آقا در زندگی مشترک لازم است ما به اون مسائلی که ضرر کلی به زندگی نمیزند گیر ندیم، این میشه همون تغافل. بله. در روایت ما امام صادق و امام باقر علیه السلام هر دو بزرگوار زندگی رو تشبیه کردن به یک ظرفی، یعنی یک زندگی آرامش بخش. میفرماید که مثل یک ظرفیه که دو ثلث این ظرف زیرکی و هوشیاری است
یک سلسش میفرماید که تغافله. یعنی شما اگه میخوای یک زندگی موفقیت آمیزی داشته باشی، دو برابر باید زیرکی و هوشیاری در زندگی به خرج بدی. گاهی وقت در زندگی مشترک میبینی یک حرف گفته شد، نشنیده بگیر. توجه کردیم؟ خودتو به غفلت میزن، تغافل کن. این حدیث مال امام باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام هم همین حدیث رو داره. در این حدیث دیگری آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن من اشرف اعمال الكریم غفلته اما یعلم. از شریفترین و با ارزشترین کارهای انسان کریم این است که تغافل میکنه نسبت به خیلی از نواقصی که دیگران داره. حالا یک نقصی مثلا در همسرشه، همونجا در جا تذکر نمیده. در فرزندشه، مثلا گاهی وقت بچه ها در جمع مثلا یک جمله میگه، همونجا اگه ما شروع کنیم، میدونیم این جمله اشتباه بود، شروع کنیم به سرزنش کردن، این شخصیت این بچه لگد مال میشه. دیگه هیچ وقت جرئت نمیکنه در جمع حرف بزنه. من دیدم طرف رو مثلا سر یک سفره مثلا نشسته بودیم یک جمعی، یه بچه یک چیزی گفت، پدرش شروع کرد به سرزنش کردن. از او بر مادرش، ای تو اینجوری میگی؟ بابا جان هیچ چیزی نگفته. ببینید این رفتار با بچه و با اعضای خانواده رو مقایسه کنیم با رفتاری که رسول مکرم اسلام داشته. پیامبر اسلام بود، امام حسین علیه السلام، امام حسین از در مسجد وارد میشد، گرچه که جایگاه معصومین یعنی امام حسن و امام حسین قابل قیاس با احدی نیست، ولی این میتونه درس بشه برای ما. حضرت بیان وحی رو قد میکرد، از روی منبر میامد پایین، این دوتا بزرگوار رو میبوسید، در بغل خودش مینشان روی منبر و ادامه میداد. این مستند این حرف. یا مثلا یک کسی بچه خودش آورد پیش پیامبر اسلام که حالا پیامبر تبرک بکنه، دعایی بغل پیغمبر نشسته بود، این بچه ادرار کرد. مادر این بچه خیلی ناراحت شد، سری دوید که بچه رو بردار. حضرت فرمود دست زد، حالا که لباس ما نجس بده کارش تمام کنه، شخصیت بچه رو خرد نکن. اینجا میفرماید که همینه آقا، از من اشرف اعمال الکریم غفلته اما یعلم. غفلت یعنی تغافل، یعنی پرده پوشی کردن، یعنی اینکه آقا به روی طرف نیاوردن. بله احسن احسن، خود به او را زدن. بله با سر جای خودش در فرصت مناسب اون نقص و عیب را، وقتی دو نفری بود، وقتی زمان تاثیرگذاری بود که از جهات دیگر بند نبود، میشه اون وقت رفع کرد. این هم یکی از مهارت هاست که در روایات ما خیلی روش تاکید شده. خب حالا پس ما اولا گفتیم مسئولیت پذیری، بعد گفتیم حالا اگر از این مرحله مسئولیت پذیری یک وقت خطایی و اشتباهی و کوتاهی بود خودمون رو به غفلت بزنیم، اگر نه دیدیم که طرف به این تغافل ما هم توجه نمیکنه، یه خطای دیگری انجام داد، یه اشتباهی دیگر انجام داد، اینجا چیکار کنیم؟ در اینجا میفرماید که ببینید گاهی وقت کوتاهی ها و خطاها عمدی است و نیاز هست که به طرف مقابل با زبان خوش تذکر داده شود، چه در نظام خانواده که یک جامعه کوچک است، چه در افرادی که در جامعه با ما زندگی میکنند. اینا اگر با اون تذکر اصلاح شد و عذرخواهی کرد یک راه داره، اگر اصلاح نشد و بعد تمرد کرد راه دیگری داره. بحث ما در اینه که آقا گاهی و خطا و اشتباهی در زندگی مشترک از طرف مقابل دیده میشه. در اینجا میفرماید که شما فوراً باید به این مهارت زندگی مشترک دست بزنید. کدوم مهارت؟ مهارت عفو و بخشش. یعنی زن و مرد باید به این مهارت رسیده باشند که اگر خطایی از یک دیگر دیدن بتوانند همدیگر رو ببخشند. راهش چیه؟ راهش اینه که ما به فواید عفو و بخشش، فواید دنیوی و اخروی توجه کنیم. بله. به ضررهای کینه توزی و انتقام جویی توجه بکنیم. این اساتید اخلاق فرمودن. که به این اگر دقت بکنیم، مثلا میگم اگه این آقا در صدد انتقام از همسرش بر بیاد، او یک اشتباهی کرده، عذرخواهی هم کرده، عذرخواهیش نپذیره. مثلا فرض کنید فرانجا مهمانی بوده از طرف خانواده شوهر، این خانم شرکت نکرده به دلایلی، بعد بد شده، اونا برداشت بد کردن و این آقا رو یک جای سرزنش کردن، مثلا برادر این آقا سرزنش کرد چرا خانم شرکت نکرد. اینجا اگر نبخشه مقابله به مس کنه، فردا اونجا دعوتی داشتن، طرف خانومی هم شرکت نکنه، این دیگه مشکلات رو روز به روز بیشتر میکنه.
اینجا میگه اگر کسی این مهارت رو بلد نباشه اصلا بهتر ازدواج نکنه. مهارت بخشیدن و عفو رو که در مورد این مطالب زیاد داریم، فقط ما اشاره کردیم. انشاءالله در جلسات آینده اگر خدا توفیق داد باز خدمت عزیزان ادامه بحث رو تقدیم خواهیم کرد. بسیار تشکر. انشاءالله که باز هم شما رو در این جایگاه زیارت کنیم. انشاءالله. از شما عزیزان هم تشکر میکنیم. به وقت بیداری لحظات پایانیش هم میبینید و انشاءالله که بتوانیم در برنامه های بعد هم میزبان نگاه مهربان شما بزرگواران باشیم. تا دیدار بعد به دعایتان محتاج و به دیدارتان مشتاق.